همراهان گرامی، خوش آمدید به ویژه برنامه دیگری از ژن ژیان آزادی. همراهان گرامی، علاوه بر فشارهای تشدید شده بر زنان، ضرب و شتم آرمیتا گراوندی، دختر 16 ساله لرستانی در متروی شهدای تهران و به کما رفتن وی، اکنون افکار عمومی جامعه ایران و شرق کردستان را با نگرانی های شدید روبرو کرده است. از سوی دیگر، طی روزهای گذشته در کمتر از 7 روز 8 زن در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیدند. 1 زن در شیراز، 3 زن در خوی، 1 زن در تهران، 1 زن در مشهد، 1 زن در سردشت و 1 زن در اهواز بنا به دلایل مختلف به قتل رسیدند. آنچه که در این میان شگفت ناظران تحولات ایران را به خود جلب کرده است، سکوت جامعه در مقابل زنکشی مداوم و به کما فرستادن 1 دختر جوان دیگر از سوی حاکمیت ایران، آن هم بعد از خیزش ژن ژیان آزادی است. در برنامه امشب، ضمن آرزوی بهبودی هرچی سریعتر برای آرمیتا، نرمالیزاسیون پدیده زنکشی یا قتل ناموسی را در جامعه ایران با مهمانان برنامه مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. مهمانان امروز من، خانم ها سوزن رخش، جامعه شناس، پژوهشگر و فمینیست، مریم دهکردی، روزنامه نگار و عضو تحریری ایران وایر، سبا آلاله، روان تحلیلگر سیاسی و اجتماعی. ضمن خوش آمدگویی به شما مهمانان گرامی، خانم دهکردی، با شما گفتگو رو آغاز می کنم. آیا آماری به تفکیک جغرافیا و منطقه نزد شما هست که در ایران در کجاها قتل‌های ناموسی یا زنکشی اتفاق می‌افته؟ درود بر شما مهمانان محترم برنامه. واقعیت اینه که آماری وجود نداره، اساساً در مورد پدیده‌ها و مشکلات اجتماعی مختلفی که در ایران به وجود میاد، از اعتیاد تا زنکشی، ما نمیتونیم یک آمار دقیق و مستدلی ارائه بدیم، به دلیل اینکه ارگان یا مجموعه‌ای وجود نداره که این مسئله رو به طور متناوب و پیوسته در بازه‌های زمانی پایش بکنه، ما بتونیم روند کاهش، افزایش، تعداد اینها رو به تفکیک در بیاریم. اما واقعیت اینه که در برخی مناطق ایران، به ویژه مناطقی که با معضلات اجتماعی و سیاسی بیشتری در واقع زندگیشون در هم تنیده است، چون همونطور که میدونید زنکشی یک پدیده جهان شمول و یک پدیده بسیار چند لایه است، یعنی ما نمیتونیم فقط در بستر فرهنگ، در بستر مذهب، در بستر جغرافیا ما هر چقدر لایه‌های متقاطع تبعیض در مناطقی که در واقع درگیر هستند با مسائل مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، این تبعیض‌ها زیادتر باشه، پدیده زنکشی هم طبعاً رابطه مستقیم داره و زیاد میشه. اما یه نکته خیلی مهمی وجود داره، این که بر اساس آمار موجود، یعنی آنچه که به رسانه راه پیدا کرده، ما در طول 2 سال گذشته، یعنی از شهریور 1400 تا شهریور 1400 دو، حدود 152 مورد زنکشی ثبت شده داریم. این آمار حداقلی عرض می‌کنم، اون چیزی است که به رسانه راه پیدا کرده. و شگفت این که بخش بزرگی از این زنکشی‌ها در تهران و حواشی تهران اتفاق افتاده، برخلاف تصور عموم که گمان می‌کنن بیشتر زنکشی‌ها مثلا در بلوچستان، خوزستان، کردستان اتفاق افتاده. مناطق حاشیه شهر تهران بسیار از این پدیده رنج میبرند، ولی کمتر رسانه‌ای میشه، به خاطر اینکه جامعه مدنی در اتنیک قویتر عمل میکنه از منظر اطلاع رسانی. خب با توجه به این توضیحاتی که الان شما بهش اشاره کردین، فکر میکنین قتل ناموسی یا همون زنکشی ارتباطی به ملیت و منطقه جغرافیایی نداره؟
من فکر میکنم مسئله جغرافیاش درش دخیل هست، مؤثر هست، اما ما نمیتونیم اونو فقط در این کانتکست به بحث بگذاریم. من یه مثال برای شما میزنم. همین سال گذشته دو مورد زنکشی در واقع سوئد اتفاق افتاد که زنان ایرانی قربانی شوهران سوئدیشون شدن. اگه قرار باشه ما اون رو به ملیت مرتبط بدونیم، باید در مثلا اروپا هم بگیم که در بعضی مناطق بیشتر زنکشی اتفاق میفته. پس اونا اینطور نیست. یک مجموعه از عوامل وجود داره دخیله که یک بخشیش هم فرهنگ هست، یک بخشیش عرفه، یک بخشیش شریعت، قواعد مذهبی، مسئله قانونگذاری و بازدارندگی قانون، همه اینا در کنار هم باعث میشه که در واقع زنکشی اتفاق بیفته. یک جاهایی همدستی نامبارک فرهنگ و قانون با همدیگه این رو تشدید میکنه. دهکردی، اشاره کردید به قتل‌های ناموسی که در تهران، در حاشیه تهران اتفاق افتاده. این رویکرد رو چگونه ارزیابی میکنی؟ اینایی که در حاشیه تهران بودن کیا بودن؟ چجوری؟ آیا مشخص شده برای شما؟ ببینید، بخشی از این افراد کسانی هستند که از شهرهای اطراف مهاجرت میکنن، در مناطق حاشیه تهران ساکن میشن، زندگیاشون تنیده هست به انواع و اقسام معضلات، مشکلات، از اعتیاد و فقر بگیرین تا در واقع دوری از خانواده، مسائل مختلفی که تحت تاثیرش قرار میگیرن. و بخش بزرگی از اون چیزی که منجر میشه به اینکه جان زنان خیلی ارزان از دست بره، فشارهای مختلف و متعددیه که آدم ها تجربه میکنن. خیلی وقتا ما میبینیم که در واقع به عنوان یک عامل مؤثر در وقوع زنکشی از اعتیاد نام میبرن، اما واقعیت اینه که همه معتادا قاتل نیستن. اما اعتیاد میتونه دلیلی باشه برای اینکه افراد دست به قتل بزنن. اینا رو خیلی دوست دارم که دوست جامعه شناسمون که مهمان برنامه هستن بیشتر در موردش توضیح بدن برای دوستان. بله، سپاسگزارم. اما فقط یه پرسش کوچیک دیگه، بعد بحث رو با مهمانان دیگه ادامه میدیم. اشاره کردید، گفتید در سوئد. خب ما در سالهای گذشته بنابر آماری که در اروپا وجود داره، هر چند که بسیار روشن و آشکار نیست، ما در بسیاری از کشورها، مثلا در فرانسه، در اسپانیا، در کشورهای دیگه اروپایی هم شاهد زنکشی هایی بودیم. تنها تفاوتش این بود که با زنکشی هایی که در ایران صورت میگیره، اینو از اون کلمه ناموس استفاده نمی کنن. اما رویه همون رویه بود، شیوه کار همون شیوه کار، یعنی زنکشی دیگه. و در گذشته هم ما در بخش های مختلف ایران هم شاهد بودیم که این اتفاقات می افتد. اما اصراری هست برای این قضیه که میخواستن اینو منتسب به دیگر ملیت های داخل ایران بدونن یا به ملیت های به حاشیه رانده شده. اما با توجه به این تحقیقاتی که شما حالا کم و بیش، چون اشاره کردید که آمار دقیقی نیست، ولی ما اینجوری نتیجه میگیریم که در واقع این زنکشی، این قتل‌های ناموسی هیچ ارتباطی یا به منطقه جغرافیایی یا به ملیت خاصی نداره. ببینید، درسته، چیزی که میفرمایید درسته. ما نمیتونیم بگیم که مثلا در خوزستان زنکشی اتفاق میفته. چرا؟ به دلیل اینکه بخشی از افرادی که در خوزستان زنان خودشون رو کشته بودن، مثلا میگم مهاجرانی بودن که از خراسان به خوزستان مراجعه کردن، یا برعکس، زنی که در چند روز پیش در مشهد کشته شد یک مهاجر سوسنگردی در واقع ساکن مشهد بوده. اینها چیزهایی است که ببینید، واقعیت اینه که ما اگر بخوایم این رو فقط منتسب بدونیم به قومیت، به فرهنگ، راه خطایی رفتیم. هر کس که این کار رو بکنه هیچ فرق نمی کنه. اساساً نمیشه زنکشی رو به یک فاکتور مشخص منتسب کرد. مجموعه عوامل رو باید در کنار هم در نظر گرفت. مسئله ستم اتنیکی، تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، عرف، و همونطور که گفتم یک جایی همدستی فرهنگ و قانون. ببینید، مثلا در اروپا اگر کسی، مردی با اعمال قدرت مردانه، زنش رو از بین میبره، خواهرش رو، مادرش رو، یا هر زنی رو که در اطرافش وجود داره بهش آسیب میزنه، یک قانون مدونی وجود داره که با اون فرد خاطی برخورد بکنه، فارغ از اینکه چه نسبتی با اون زن داشته. اما ما در جغرافیای زندگی میکنیم که شما هر کجا که دست به این اقدام بزنید، قانون تا یه اندازه‌ای اصلا به شما
مجوز میده، مثلا میگه که اگر مردی همسرش رو با مرد دیگری ببینه مجوز داره که اونو بکشه، هیچ کس هم مجازاتش نمیکنه. یا در مورد قتل دختران توسط پدران اساسا هیچ وقت ما شاهد مجازات بازدارنده ای نبودیم، حتی خیلی وقتا پدران رضایت دادن همسران دخترانشون که اونها رو کشتن مجازات نشن به عنوان ولی دم. من اینجا یه توضیحی بدم، منظور من از مجازات طبعا اعدام یا قصاص نیست، به خاطر اینکه اساسا ما با این پدیده هم مخالف هستیم، اما واقعیت این است که کسی که عامدانه جان زنی رو میگیره نباید 9 سال در زندان بمونه، تازه اگر بمونه، چون به دلایل مختلف میبینیم که اینا حبساشون هم حتی اگه حد اکثر رو بگیرن، مثلا پدر رومینا که 9 سال و چند ماه حبس گرفت، بعد از مدتی از زندان آزاد میشن و دوباره وارد جامعه میشن و هیچ در واقع چیز بازدارنده‌ای وجود نداره که این مرد دوباره هم دست به اون اقدام خطایی که پیشتر زده بود نزنه. هیچ در واقع چیز بازدارنده‌ای براشون در نظر گرفته نمیشه که اینها به عنوان کیس های مطالعاتی مورد بررسی قرار بگیرن، مشخص بشه چرا به این کار دست دادن، روشون کار بشه، تراپی بشن، روانشناسی بشن. هیچ کدوم از این اقدام ها رو ما نمیبینیم و بنابراین شاهد تکرار و بازتکرار این پدیده در جاهای مختلف ایران هست. بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون. خانم رخش، گفتگو رو با شما ادامه میدیم. با توجه به این توضیحاتی که الان خانم دهکردی بهشون اشاره کردن، به نظر شما چرا حساسیت افکار عمومی در مقابل این رویداد تلخ تکرار شده؟ اینقدر ساکت و اصلا حساسیتی اصلا وجود نداره. اصلا حساسیتی وجود نداره. مثلا به عنوان مثال الان پدر رومینا رو مثال زدن. خب برمیگرده در جامعه و جامعه میپذیرتش. حالا تلیف شاید یکی دو نفر اشاره کنن که این پدر یه قاتل بوده، ولی کلا در کل جامعه میپذیره. ما این حساسیت رو نداریم در افکار عمومی. با سلام خدمت شما و دیگر مهمانان و بینندگان شما، من همون دنباله صحبتهای خانم آلاله رو میگیرم که ببینید، خشونت نسبت به زن در بسیاری از جوامع وجود داره و به خصوص در کشورهایی مثل کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، کشورهای آسیایی بسیار نهادینه است در جامعه و به یک بعد از در خیلی از مناطق شاید خیلی عادیه. اما اگر در مورد ایران بخوایم صحبت بکنید، ببینید ایران اینقدر آبستن حوادث هر روز و مسائل جدید به وجود میاد و اینقدر افراد درگیر مسائل مختلف هستن، خشونت در ایران نه در مورد زنان بلکه کلن از طرف حاکمیت نهادینه شد. وقتی چیزی به مرور زمان نهادینه میشه خیلی عادی میشه در جامعه. شما الان ببینید اگر فردی رو حاکمیت بیاد بگیره میبره، انعکاس خیلی زیادی در مطبوعات نداره، گرفتن، بردن، مفقود الاثر شده، ولی همینه، فراتر از این نمیره. و این به این دلیله که این حاکمیت خشونت رو نهادینه کرده و وقتی که در جای خشونت نهادینه میشه نسبت به زن و کودکان مضاعف از این نهادینه شدن و به چشم نمیاد. در خیلی از موارد هم خب میگن مسئله خصوصیه، مسئله خانوادگیه. یکی از مسائلی که ما تو این مورد کشتار زنان داریم همینه که خیلی ها اصلا خودشون رو دخالت نمیدن، میگن این مسئله خانوادگیه. و از طرفی هم خب همونطور که خانم آلاله گفتن، حاکمیت و قانون باعث شده که این به صورت عادی در بیاد، چون در قانون کشتن دختر پدر دختر خودش رو بکشه قانون این رو کاملا پذیرفته، برای اینکه پدر صاحب خونه، اولیای دمه و میتونه این کار رو بکنه، همسر میتونه همسر خودش رو بکشه، یعنی مرد میتونه در واقع زن خودش رو بکشه، دختر خودش رو بکشه و این به یک چیزی که یعنی مرد رو به نوعی مالک زن شناسونده. این جامعه میپذیره که این اتفاق بیفته در واقع، یعنی نوعی پذیرش در جامعه وجود داره، نوعی بیتفاوتی در جامعه به وجود اومده. پذیرش من نمیتونم به این بگم، چون خیلی ها هستن که مخالفن، این خیلی از مردان هستن که زنانشون رو نمیکشن، خیلی خانواده هست که زن قدرت داره، اما بیتفاوتی در جامعه به وجود اومده، چون خشونت در ملأ عام اونقدر زیاده، در
کل جامعه اونقدر زیاده، نسبت به خشونت بیتفاوتی به وجود اومده و این وقتی به زنان میرسه مضاعف میشه و همین دلیله که جامعه اون عکس العمل لازم رو نشون نمیده. من اینجا به یه نکته اشاره بکنم و اینکه ما قتل‌های ناموسی دولتی هم داریم و اونها بیشتر از توی خونه ها و در زندگی خصوصی به چشم میاد، به دلیل که همین الان همین دختری که الان بیمارستان خوابیده، من این رو یک قتل ناموسی دولتی اطلاق میکنم و این رو ما به عنوان برای که حاکمیت هم خودش رو مالک زنان میدونه و زنان رو موجودات درجه دوم در جامعه میدونه. مرگ زن از مرگ مرد ارزشش پایین تره، همونطور که مرگ کشتن حیوانات از انسان ها پایین تره و به همین دلیله که این خشونت در جامعه نهادینه شده. ما دو نوع خشونت نسبت به زنان رو داریم تجربه میکنیم، یکی در محیط خصوصی پستوی خانه ها و یکی در جامعه به طور عمومی، و هر روز ما میبینیم که زنان ما مورد خب انواع مختلف مورد خشونت قرار میگیرن و خب مغز دیگه اون گنجایش رو نداره که همه اینا رو ضبط بکنه و نسبت به همه اینا عکس العمل نشون بده. در این حال هم خب مطبوعات نقش بسیار مهمی در انعکاس این نوع چیزها این مسائل اشاره کردید به قتل ناموسی دولتی، یعنی شما مسئله مانند آرمیتا یا ژینا اینا رو در حالا در چارچوبه قتل ناموسی تعریف میکنید؟ بله، من اینها رو در چارچوب قطعه ناموسی دولتی تعریف میکنم. چرا که دولت ایران دولتیه که همونقدری که مردان نسبت به زنان مالکیت دارن، دولت هم نسبت به زنان احساس مالکیت داره، باید کنترلشون بکنه، باید حجابشون رو حفظ بکنن، بدنشون، حرکتشون، روابط اجتماعیشون، همه چی تحت کنترل حاکمیته و وقتی که زنان سرپیچی میکنن از این کنترلی که حاکمیت به خاطر زن بودنشون به وجود آورده، خب مورد خشونت قرار میگیرن. پس در نتیجه این هم میشه قتل ناموسی دولتی. آیا فکر میکنید این مسئله دولت، برخورد دولت با زنان یک برخورد سیاسیه، آیا فکر میکنید قتل ناموسی هم در اون چارچوبه سیاسی قرار میگیره؟ باید این رو در چارچوب سیاسی قرار بدیم، به این دلیل که یکی از عواملی که باعث رشد قتل ناموسی میشه قوانینیه که در ایران وجود داره و اون دیدی رو که حاکمیت نسبت به روابط اجتماعی در ایران به وجود آورده و از نظر من بله این یه موزل سیاسی اجتماعیه در ایران، باید این طور روش بررسی کنم که یه پدر یا یک برادر یا یک فامیل مرد، حالا تنها پدر و برادر که نیستن، شوهر، پسر عموی، پسر دایی، هر کسی که مرد خانواده است بلند میشه یه زن رو میکشه، شما اونم در قالب همون مسئله سیاسی تعریف میکنین؟ در کل بله، در قالب سیستم سیاسی که ما داریم باعث رشد این مسئله شده به اعتقاد من. این سیستم سیاسی اگر همونطور که خانم آلاله بهش اشاره کردن، اگر قوانینی رو خانم سبا آلاله بودن دیگه، نه خانم دهکردی بودن صحبت کردن، ببخشید معذرت میخوام، خانم دهکردی اشاره کردن، وقتی قوانین طوری هست که در جامعه به یک گروه نسبت به گروه دیگه قدرت بیشتر میده، مردان چرا که از اون قدرت استفاده نکنن؟ اگر قوانینی وجود داشت که این مجازات های مترادف با این مثلا جرم رو براش در نظر می گرفت، مسلما اینقدر روش نمی کرد. پس بنابراین یک مسئله سیاسی، قتل ناموسی، کشتن زنان که تنها مختوم به دولت جمهوری اسلامی نیستش، ما همه جا شاهد این اتفاق هستیم. آیا همه جا، منظورم ما در اروپا، در آمریکا و در ایران پهلوی هم حتی شاهد بودیم، شاهد کشتن زنان بودیم که به بهانه ناموس کشتنش، همه اینا را شما در یک چارچوب سیاسی تعریف میکنین؟ ببینید در همین کشورهای اسکاندیناوی که ما داریم زندگی میکنیم، وقتی زنی کشته میشه این بحث به مدیا کشیده میشه و سیاسیون افراد در قدرت رو وادار میکنن در این مورد اکثر عمل نشون بدن، دست به حرکتی بزنن. دختری چندین سال پیش، در دختر کردی به وسیله پدرش در استکهلم کشته شد، با اسلحه کشته شد، این مربوط به حدود 10 سال 12 سال پیشه. بله. این اونقدر انعکاس سیاسیش قوی بود
که تمام دولت‌های اسکاندیناوی مجبور شدن قوانینشون رو تغییر بدن، قوانین جدید بیارن. خب این سیاسیه، شما این رو چطوری توجیه می‌کنید؟ اگر ما زنان حرکت می‌کنیم در جامعه، در مورد اینها داریم مبارزه می‌کنیم، حرکت ما سیاسیه. ما الان یک کمپین رو به راه انداختیم علیه قتل‌های ناموسی و حد و قتل ناموسی، هم دولتی هم در خانه ها در روابط خصوصی، به خاطر که ما این رو یک مسئله سیاسی می‌بینیم. بله در غرب هم این وقتی اتفاق میفته یک مسئله سیاسی میشه، برای اینکه تمام قدرت‌های سیاسی وادار میشن نسبت به این عکس العمل نشون بدن. بله. مدیا وادار میکنه که اینها رو عکس العمل نشون بدن و دست به حرکت بزنن. بله. مثل مثلا ختنه دختران، خب اونم یه نوع خشونت ناموسیه. خب تمام کشورهای اروپایی وادار شدن که قانون وضع بکنن علیه این. این اگر سیاسی نیست پس چطور، چه چیزی سیاسی هست؟ بله عزیز من اینها هم همیشه یک مسائل سیاسی هستن. بله سیاسی دارم. اجتماعی خانم رخش، خانم آلاله، با توجه به توضیحاتی که مهمانان گرامی بهشون اشاره کردن، شما، من مایلم شما هم کامنت های خودتون رو در مورد این صحبت ها بفرمایید و در ادامه چه مفاهیمی و آموزشی در رابطه با این پدیده داریم؟ خب من هم سلام میکنم هم برای شما و همه بینندگان عزیز و هر دو مهمان عزیزمون. ببینید من در پی میخواستم صحبتم رو از یک جای دیگه شروع بکنم، ولی چون مهمانان عزیز نکات خیلی ارزشمندی رو گفتن، من ابتدا میخوام که یه پیش زمینه در رابطه با این موضوع بدم که خب هر دو مهمان عزیز با این موضوع بسیار همراه بودند که مسئله غیرت و مسئله ناموس یک مفاهیمیه که در جوامع ساخت و جامعه و ساختار مردسالاره کاملا پابرجا است، چیزی که در جامعه ما به صورت واضح و روشن کاملا نمود داره. خب آیا واقعا یک مسئله اینجاست که آیا واقعا این مسائلی رو که ما امروزه به عنوان غیرت و ناموس ازش نام میبریم، آیا واقعا از بُعد روانی و مفاهیم روانشناختی، آیا واقعا یک مسئله ذاتی و فطریه؟ این مسئله خیلی مسئله مهمیه که بهش بپردازیم، چون من میخوام در صحبتام به یکی دو تا از مورد مهمانان عزیزم که بهش اشاره کردن بپردازیم. ببینید ما در دوران کودکی یک سری مفاهیمی رو دریافت میکنیم از ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هر آن چیزی که ارتباط بین ما و جهان بیرون ما هست، خانواده، مدرسه، دانشگاه، هر آن چیزی رو که ما باهاش ارتباط داریم، و یک سری مفاهیم در اونجا برای ما شکل میگیره، مثل مفهوم اشیا، مفهوم از مدرسه، مفهوم غیرت، مفهوم ناموس، مفهوم مادر، مفهوم پدر. تمام این مفاهیم در ذهن ما جای میگیره و ما با این مفاهیم رشد پیدا میکنیم، رشد روانی جسمی و رشد روانی فردی اجتماعی ما با این مفاهیم و مقوله بندی های ذهنی شکل میگیره. یعنی اگر از همان کودکی به ما یک سری مفاهیمی در رابطه با زنانگی، مردانگی و جامعه بدن، ما با همونها شکل پیدا میکنیم، به جامعه پیوند میخوریم و تمام واکنش های روانی ما برگرفته از همون مفاهیمی هست. اینو به این خاطر گفتم که میخوام بهتون بگم که ما از همون ابتدای دوران کودکی با یک مفهوم به نام غیرت آشنا میشیم که این مفهوم غیرت برای ما زبان عشق میشه، یعنی بین زن و مرد به گونه‌ای پیوند میخوره که یک زبان عشقه. یعنی من زن با یک مجموعه ارزش‌ها و باورهای رشد پیدا میکنم که از فرد مقابلم و پارتنرم و یا همسرم، برادرم، پدرم به این گونه به من آموزش داده میشه، این گونه در این مفهوم به من جانه که اگر من براش مهم هستم و ارزشمند هستم باید مراقب من باشه. مرد برای مرد هم مفهوم غیرت به این صورت که زبان عشقش رو به چه صورتی بیان میکنه؟ چون من قوی تر هستم، چون من قدرتمندتر هستم و در چارچوب اون قدرت قرار دارم، مسئول محافظت از تو هستم و این محافظت از تو زبان عشق من هست، زبان مهربانی من به تو هست. چون دوستت دارم دارم و چون روت غیرت دارم، چون دوستت دارم دارم بهت مثلا بهت میگم چی بپوش، کجا برو، کجا نرو، با کی ارتباط بگیر. خب ببینید این زبان عشق مفهوم روانشناختی برای ما هست و ما کاملا در پی اون
رواکنش‌های روانی انجام میدیم. که فکر کنم خانم رخش بودن که یک موضوعی رو در رابطه با این موضوع بودن که بی تفاوت هستن. از بود روانشناختی میگم، من در رابطه با جامعه شناسی نمیخوام زد. در رابطه با روانشناسی میگم، من تصور نمی‌کنم این بی تفاوتی باشه. من تصور می‌کنم جامعه داره برگرفته از اون مفاهیمی که بهش آموزش داده داره انجام میشه. مثلا وقتی که خانواده می‌بینه خانواده دیگه‌ای برگرفته بر مبنای مسئله زنکشی و یا قصرهای ناموسی خواهر و یا مادرش رو کشته، اگر این رو میپذیریم به دلیل بی‌تفاوتیش نیست، برای که اونها هم دارن به گونه ای یک مسئله، به دلیل اینکه یک مسئله روانشناختی اجتماعی هست، دارن به گونه‌ای پیش میرن که و بهش اعتبار میدن، به دلیل اینکه اونها هم برگرفته از همون مفاهیم و آموزش‌هایی هستن که غیرت و ناموس جزی از مفاهیم ذهنی و روانیشون هستش و برگرفته از همون مفاهیم هست. به همون خاطر این مفاهیم کاملا ریشه‌ای هست، به هیچ عنوان ذاتی و فطری نیست، به هیچ عنوان اینها، این مفاهیم کاملا اکتسابی هست، ولی به دلیل اینکه از همون دوران کودکی در ما شکل گرفته، مستمر و پایدار ادامه پیدا کرده توسط امترین افراد ما مثل والدین، توسط دسته دوم افراد امن ما مثل مدرسه، مثل گروه همسالان، دائم بهش اعتبار داده شده و مستمر و تکرار شونده بوده و همون دلیل این ریشه دونده و نهادینه شده. به همون خاطر هستش که ما میبینیم افراد در برابرش واکنش نشون میدن و افراد به اون اعتبار میدن که مردی که غیرت داره مردیه که خب پذیرفته تری هست. شما میگی بستر آموزشی، بستر تربیتی، فرهنگی که در جامعه هستش، همه اینا تأثیر گذارن که این تفکر در جامعه رشد میکنه و همچنین حرکتی، یعنی همین زنکشی انجام میشه. خب حالا در جامعه ایران خب بدهی ما شاهد هستیم این هست، آیا در جوامع دیگر هم به همین ترتیبه؟ ببینید، ما مفاهیم روانشناختی رو مثلا اگر من الان در ایران به دنیا بیام، شما اگر همین منی رو که در نوزاد بودم در ایران به دنیا اومدم، اگر در یک کشور اروپایی بذارید با مفهوم همون کشور به رشد پیدا میکنه. من منظور من است که در هر فضایی، در هر ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی رشد پیدا بکنید، مفاهیم اون جامعه رو دریافت میکنید، مفاهیمی که مقوله بندی های ذهنی شما میشه و بر اساس همون شما واکنش نشون میدید و رفتار میکنید. من یه مثال بزنم، مثلا در جامعه ایرانی از لحظه‌ای که من به دنیا میام، برای من یک سری محدودیت ها به عنوان جنس زن برگزیده میشه و اونها در ذهن من مقوله بندی میشه، از رابطه جنسی، از حالا شرایط محدودیت های دیگه. خب اینها تا سالیان سال برای من مفهوم سازی شده و چون مفهوم سازی شده و اگر انجام نشه احتمال سرزنش و تحقیرم از سمت جامعه و یا خانواده هست، من رو مجبور به اون میکنه که اونها رو انجام بدم. ولی در جامعه اروپا و یا جوامع دیگه ای، به دلیل اینکه از همون ابتدا روابط بین جنس متفاوت و یا رابطه در جامعه به گونه بازتر هست، به گونه آموزش داده و کنترل شده از نوع آموزشیش هست، اینقدر محافظه‌کارانه نیست. مثلا دختری که در جامعه اروپا و یا در جوامع دیگه‌ای به دنیا میاد، از همون لحظه اول بهش نمیگن بلند نباید بخندی، نباید برقصی یا نباید رابطه جنسی برقرار بکنی تا زمانی که ازدواج کرده باشه. اینها مفاهیمی هستن که ما باهاش روش پیدا میکنیم. منظور من اینه که ما تمام واکنش های روانی رو که در سطح جامعه میکنیم برگرفته از همین مفاهیمه. خب با توجه به این، ما زنکشی رو هم داریم در دیگر کشورها. حالا مثلا خانم رخش اشاره کردن، گفتن خب اینجا قوانین هستش، ولی خب این پدیده همچنان ما شاهدش هستیم و کمتر که نشده هر روز شاهد افزایش اونم هستیم. اینجا هم همون پدیده های آموزش فکر میکنید تاثیرگذاره یا مثلا میتونه در فاز اختلالات روانی، رفع مثلا الکل، مصرف اعتیاد مواد مخدر، چرا که مثلا در ایران میگن مثلا مردی که زنش رو میکشه خیلی وقتا منتسب میکنن که این اختلال روانی داشته، این معتاد بوده، این خب مسائل اینجوری تعریفش میکنن، اینا رو چگونه تعریف میکنین؟ ببینید، من این نکته رو بگم، خانم دهخوردی بودن که به این مسئله یه اشاره کوتاهی کردن که خب گاهن افرادی که اعتیاد دارن میتونن مثلا در پی این باشن، ولی ما نمیتونیم به جانان فقط یک عامل رو در نظر بگیریم. ایشون اشاره خیلی خوبی داشتن که چندین عامل میتونه باعث این کار بشه، ولی در مبحث اختلالات روان من یک نکته رو اینجا بگم.
ما ابتدا که به جامعه نمیتونیم فردی رو تا بررسی های روانشناختی نکردیم و به درجه تشخیص نرسیدیم بگیم که این افراد اختلالات روان دارن. و بعد در قدم دوم این موضوع بسیار مهمی است، ما در مبحث اختلالات روان به منابع و آسیب های درونی و فردی توجه میکنیم که بگیم این فرد اختلالات درونی و اختلالات روان دارن. ولی اتفاقی که در زنکشی میفته اتفاقا من اون رو اصلا منابع درونی و فردی نمیدونم، بلکه اونها رو یک سری منابع اجتماعی و در ساختار سیاسی اقتصادی و فرهنگی باعث این تصمیم شده. حالا غیر از اعتیاد یک موضوع دیگه ای هم هست که مثلا میگن که این افراد لحظه جنون آنی بهشون دست داد و باعث شدش که این افراد در یک پی یک جنون آنی دست به این زنکشی‌ها بزنن. ما به یه جنون این رو نمیتونیم از بعد روانشناختی بپذیریم، به دلیل اینکه ببینید جنون آنی یا عواملی که باعث جنون آنی میشن که فرد دست به یک سری قطره‌ها و یک سری موارد میزنه، عوامل درونی و فردی هستن. ولی در زنکشی‌ها ما به یه جنون عوامل رو درونی و فردی نمیدونیم. این از اون و بعد من این رو نه تنها جنون آنی نمیدونم، بلکه یک جنون جمعی میدونم، یعنی مجموعه از عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی باعث شده که این فرد مجبور به این کار بشه. من یک جمله رو به اینجا به شما بگم، اگر یادتون باشه در یکی از همین قتل ها مادر یکی از افرادی که خب همسرش رو کشته بود و به قتل رسونده بود گفته بودش که خب دائم همسایه ها بهش میگفتن بی غیرت، بی ناموس، تو چرا از ناموس دفاع نمی کنی، چرا از غیرت دفاع نمی کنی، و اون دقیقا با این کارش پاسخی به خواسته اجتماعی داد. به خاطر چی؟ به خاطر که اعتبار اجتماعی رو لازم داشت. اون این کارو کرد که بتونه اعتبار اجتماعی رو دریافت بکنه. پس ما این رو نه تنها یک جنون آنی نمیتونیم حساب بکنیم، بلکه اون رو میتونیم یک جنون جمعی حساب بکنیم، یعنی بله. مجموعه ای از عوامل و افراد در اینجا در کنار هم قرار میگیرن و یک پدیده زنکشی اتفاق میفته. بله، سپاسگزارم. خانم دهکردی، با توجه به این توضیحات چه رابطه‌ای، چه الگویی هست برای برقراری رابطه و فرهنگ قتل؟ ببینید سوالتون، راستش من نمیتونم به این شکل بهش جواب بدم. اگر بخوایم یک الگوی مشخصی تعریف بکنیم که چه سلسله عواملی منجر میشه به این که یک آدمی تصمیم بگیره فرزندش رو، دخترش رو، یا همسرش رو، یا خواهرش رو، یا مادرش رو از بین ببره، نمیتونیم الگوی معینی در نظر بگیریم. از بررسی چند نمونه اگر بخوایم الان خانم آلاله اشاره کردم به آموزش، اشاره کردم به فشارهای اجتماعی، اینا میتونن یک ساختار سازی کنن، یعنی الگو سازی کنن برای، یعنی در واقع فرهنگ سازی کنن که این پدیده قتل رو موجه جلوه کنن. آیا فکر میکنی این میتونه بین این برای، یعنی بین فرهنگ و این قتل های مثلا حالا قتل ناموسی یا زنکشی یه رابطه برقرار کنه؟ یکی از گفتگوهام گفتم نهاد خانواده خیلی اثرگذاره در این که آدم‌ها بعدها در بزرگسالی تصمیم بگیرن چگونه پیش برن، با زنان چطور برخورد بکنن. ببینید واقعیت اینه که من تو پرسش قبلی هم که گفتین در جوابم این رو اشاره کردم، یک همدستی نامیمونی بین عرف و فرهنگ و قانون وجود داره که باعث میشه در کنار هم جان در واقع گروه های آسیب پذیر بهتره بگم و به خصوص زنان و کودکان بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار بگیره، از طرف افرادی که به هر حال مستعد باز تولید خشونت هستن. من برای شما دو تا نمونه مثال میزنم. در یک قتل در واقع خیلی فجیعی که در یکی از روستاهای بندرعباس اتفاق افتاده بود و من اون پرونده رو خیلی روش کار کردم، دختر 12 ساله‌ای که کودک بود، هنوز مشغول بازی‌های کودکی بود، حتی اصلا نه تلفنی داشت که بگن ما زن ارتباط با کسی رو داشتیم، نه حتی ارتباط خارج از خونه چندان با کسی داشت به جز خونه
اونطور که خانواده‌اش یعنی خواهر بزرگترش بر من روایت کرد، به جز خونه مادر بزرگش، خونه عمه، خونه عموک، جای دیگری نمی‌رفت. به مدرسه می‌رفت و برمیگشت و یک سال هم بود که برادرش اجازه نداده بود که به مدرسه بره و مجبور به ترک تحصیلش کرده بود، توسط برادرش به شکل بسیار فجیعی کشته شد و برادرش هم گفته بود که من به دلایل ناموسی این کار رو انجام دادم ابتدا در اعترافات اولیه. و این برادر برای 6 ماه تمام تمرین کرده بود برای اینکه بچه‌ش این خواهرش رو بکشه. برنامه ریزی کرده بود، خورد خورد وسایل مورد نیازش رو از محل خونه خارج کرده بود. خانم آلاله اشاره کرد که ما این رو نمیتونیم جنون آنی در نظر بگیریم. ببینید وقتی یک نفر اینطور سیستماتیک و برنامه ریزی شده برای کشتن یک فرد دیگه برنامه می‌ریزه، ما به هیچ وجه نمیتونیم بگیم که اون دچار جنون آنی است. ممکنه داره اختلالات روان باشه اما جنون عالی بهش نمیچسبه. یا مثلا در مورد پدر رومینا، پیش از اینکه اقدام کنه به قتل رومینا، از یکی از نزدیکانش که وکیل بود اطمینان حاصل کرده بود که من اگر دخترمو بکشم آیا اعدام میشم. وقتی کسی از قبل به این فکر میکنه که دست به چنین زن مجازاتش چه خواهد بود، ما دیگه نمیتونیم اینو در بستر اختلالات روان و نمیدونم اعتیاد و اینها بسنجیم. اونها یک لحظه اتفاق میفته، یه نفر یه دعوایی میشه، یکی هول میده، سرش میخوره به دیوار، ما اون رو یک قتل در نظر میگیریم اما آمدانه رخ نداده. اما اینها همه بررسی میشه، چه کنترل میشه، من اگر این کارو بکنم چه فیدبکی میگیرم، آیا به عنوان یک فرد با غیرت اون اتیکت ارزشمند مرد غیرتمند به من میچسبه، در بین افراد دیگه پذیرفته میشم. بارها و بارها دیدیم در واقع قربانیان قتل‌های ناموسی خیلی وقتا تنها زنان نیستن، خود اون افرادی که دست به قتل ناموسی میزنن گاهی خودشون رو بعدش از بین میبرن، خودشون رو میکشن. چرا؟ بخاطر اونها خودشون هم قربانی اون طرز فکر و اون اتفاقی هستن که میفته. در مورد قتل منا حیدری، همسر و برادر همسرش که هر دو پسرعموهاش هم بودن، با همدستی همسر منا رو بریدن و بعد با افتخار آوردن تو خیابون‌ها چرخوندن در اهواز. اون برادر شوهر در واقع مونا در زمان این اتفاق تنها 13 سال داشت. شما فکر کنید یه کودک 13 ساله رو وادار کنی دست و پای زنی رو بگیره تا برادرش بتونه سرش رو ببره. اون بچه در 15 سالگی خودکشی کرد به خاطر عذاب وجدان و مرد، جانش از دست رفت همین 2 هفته پیش. میخوام بهتون بگم که مجموعه اتفاقهایی که رخ میده قربانیان زیادی میگیره. خیلی وقتا این قربانی ها خاموشن و ما نمیبینیمشون. برادر کوچکتر رومینا اشرفی موقعی که پدرش سر رومینا رو برید در اتاق کنار رومینا خوابیده بود و قطعا شاهد بوده، اون صحنه رو دیده یا حداقل صحنه های بعد از اون رو. چه کسی تراماهای ذهنی این بچه رو بعدها قراره مرهم روش بذاره؟ اون بچه بعداً در آینده چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ هیچ وقت کسی به اینها توجه نمیکنه. یعنی میخوام بهتون بگم که ما نمیتونیم در جامعه‌ای که سراسر آسیبه و متاسفانه برای آسیب‌هاشم نه حکومت اجازه میده که کاری انجام بشه و نه اونقدر جامعه مدنی مقتدر و مستقلی داره که بتونه کاری از پیش ببره، نمیتونیم یک الگوی مشخص و معینی تعریف کنیم. باید همه عوامل رو در هر کیس جدا جدا در کنار هم قرار بدیم و یه در واقع تحلیلی ازش داشته باشیم. با توجه به این توضیحاتی که دادید، الان اشاره کردید، فکر میکنید این افراد یعنی قربانی همون باستولید خشونتن، همون آموزشی که در جامعه هستش که خانم آلالم بهش اشاره کردن؟ بله متاسفانه همینطوره. ببینید ما یک جامعه آموزش ندیده ایم، نه فقط در این زمینه، ما تقریبا در تمامی حوزه ها آموزش ندیده هستیم. در حوزه ارتباطات جنسی آموزش ندیده هستیم، در ارتباط با حقوق شهروندی آموزش ندیده هستیم، در ارتباط با حقوق کودک، حقوق حیوانات، محیط زیست، شما هر حوزه‌ای رو در نظر بگیرید ما متاسفانه آموزش ندیده هستیم. و مسئله بزرگ و بغرنجی که در جامعه ایران وجود داره اینه که حتی گروه‌های کوچک مردم نهادی که با انگیزه ارائه آموزش ها به نسل نوپا، به کودکان و نوجوانان شروع به فعالیت می کنند، از یک نقطه به بعد متاسفانه با محدودیت، ممنوعیت و موانع بزرگی مواجه می شن که
در واقع مجبور میشن که یا پا پس بکشن یا اصلا انصراف بدن، بگن نخواستیم. مثلا مثال میزنم، گروه در واقع این مجموعه محیط زیستی که در کردستان فعالیت میکنه، اعضاش تا حالا چند دفعه بازداشت شدن. هر من صفحه اینها رو بررسی میکردم، دیدم که اغلب فعالیت هایی که دارن میکنن در حوزه آموزش به کودکانه. مدام کودکان رو میبرن در بستر محیط زیست، بهشون یاد میدن زباله ها رو جمع کنن، درخت بکارن، چه کنن. اما وقتی که این افراد چپ و راست با اتهامات امنیتی مواجه میشن، به طور مداوم و مرتب علیهشون پرونده سازی میشه. جمعیت امام علی همین کار رو در مرکز ایران میکرد. چندین گروه مردم نهاد در خوزستان برای در واقع مناطق حاشیه نشین شهر اهواز و شهرهای اطراف اهواز این کار رو انجام میدن و تک تک این افراد از طرف نهادهای امنیتی و قوه قضاییه علیهشون پرونده سازی شده و مجبور شدن که عطای آموزش دادن رو به لغاش ببخشن. تا مادامی که من فکر میکنم این وضعیت وجود داره، یعنی مثل اینه که اول مرغ بود یا تخم مرغ، اول قانون رو باید درست کنیم یا اول فرهنگ رو، من فکر میکنم این باید موازی پیش بره و تا وقتی که حاکمیت چیزی شبیه جمهوری اسلامی است در جغرافیای ایران، من فکر نمیکنم بتونیم گام بلندی در این زمینه برداریم. سپاسگزارم. خانم رخش، مایلم در ارتباط با سخن دوستان یعنی مهمانان برنامه کامنت شما را هم بشنوم. شما خودتون اشاره کردید نوعی بی تفاوتی در جامعه وجود داره، اما خانم آلاله از آموزش داره میگه و خانم دهکردی هم همه مجموعه ها را داره در کنار همدیگه میچینه و میگه همه این عوامل هستش. اما ما با یک انقلاب روبرو بودیم، انقلابی به نام ژنژیان آزادی، و خب دیدیم زنان چگونه توی این انقلاب پیشرو بودن، ولی الان میبینیم که چقدر به شدت این مسئله قطرهای ناموسی شدت گرفته. قبلا هم بوده ولی این اواخر خیلی مسئله کشتن زنان داره سرعت میگیره. آیا شما بین همه اینا ارتباطی میبینین؟ آیا بین حاکمیت جمهوری اسلامی با افزایش این قطرها ارتباطی میبینین؟ ببینید یک نکته رو بگم، من کاملا با نظر خانم آلاله موافق نیستم که میگن از کودکی ما با این آموزش ها بزرگ میشیم و کسی که دست به قتل میزنه یا دست به خشونت میزنه به نوعی مورد تایید جامعه اطرافش قرار میگیره. جامعه ایران یک جامعه یک دست نیست، یک جامعه ای نیستش که بتونیم اینو اینطوری عمومیت بدیم که در کل جامعه این هستش. ما بسیاری رو میبینیم که محکوم میکنن این کارو، اصلا کاملا در مقابلش جبهه‌گیری میکنن، اما از یک طرف قدرتی برای حرکت ندارن. همونجوری که خانم دهکردی گفتن، واقعا جامعه مدنی نداریم که بتونه این رو به پیش ببره، که بتونه اون آموزش رو، من کاملا موافقم که ما اون آموزش لازم رو هم نداریم. ببینیم ما قبل از اینکه جنبش ژنژیان آزادی شروع بشه، ما با یک سری از دوستان در تهران، کردستان و خوزستان تلاش بر این داشتیم که یک انجمنی رو تأسیس بکنیم برای کودکانی که کودکان خیابانی هستن، و اصلا آموزش به کودکان برای حق و حقوق خودشون و کمک به این کودکان. موفق نشدن دوستان داخل، یعنی هر کاری کردن جلوی پاشون سنگ انداخته شد. هیچ کار سیاسی هم اینها نمیخواستن بکنن، تعهدم میدادن که ما کار سیاسی نمی کنیم. یا مثلا انجمنی بود در ایران که اینها میرفتن به جنوب شهر تهران، یا بعدا تو یه سری از شهرهای بزرگ هم اینها انجمن زده بودن که میرفتن به زنان آموزش میدادن، به زنان خودفروش، زنانی که مجبور بودن که از بدن خودشون امرار معاش بکنن، اینکه چجوری خودشون رو محافظت بکنن، چجوری از نظر بهداشتی بتونن خودشون رو محافظت بکنن. این انجمن با برخوردهای بسیار شدید روبرو شد و نهایتا هم همونطوری که خانم دهکردی گفتن، اعضای اینها دستگیر شدن و یه عده از ایران خارج شدن، یه عده زندان افتادن و مجبور شدن که کارو تعطیل بکنن، دیدن نمیتونن کار کنن. اینها همه معضلاتی هست که وجود داره در ایران. ایران یک کشور یک دست و یک پارچه نیستش که بگیم همه جا. الان ما بسیاری رو در داخل ایران میبینیم که میگه من ناموس ندارم. اگر متوجه شده باشید در بین یک سری از مردان این اصطلاح رواج پیدا کرده. این به این معنی نیستش که احساس مسئولیت در جامعه ندارن. این ناموس رو به اون معنایی که من به عنوان مرد مالک زن هستم، این رو دیگه من قبول ندارم.
و این رو با این اصطلاح که من ناموس ندارم، من ناموس نمیخوام، کسی ناموس من نیست، دارن به پیش میبرن و این اتفاقات داره در داخل جامعه ایران میفته. ولی خب باز از اون طرف ما میبینیم که قتل‌ها هم اتفاق میفته. ما الان میدونیم که مثلا در تهران قتل‌های زنجیره‌ای به خصوص در جنوب شهر تهران، اجساد تکه تکه شده زنان در اینجا اونجای تهران پیدا شده. رژیم به شدت سعی میکنه این خبر رو کنترل بکنه و اجازه خروج این خبر رو نده، ولی ما تا الان میدونیم حدود 5 جسد پیدا شده و اگه مسلما بیشتر از این هستش که یا پیدا نشده و یا اینکه خبر رو اجازه بهش نمیدن که درش پیدا بکنه. ما میدونیم قتل‌های ناموسی بسا در بین خانواده ها آمارش خیلی بیشتر از اینی هستش که ما الان در دست داریم و خیلی قطرها هنوز برملا نمیشه. ببخشید تصویر شما رو نداریم، فکر کنم تصویرتون من میبینم ولی نمیدونم از نظر تکنیکی، من نمیدونم، من خودم رو میبینم. آره میبینید. خب اجازه بدین بحث رو با خانم آلاله ادامه بدم. خانم آلاله، خب اشاره شد به همه این مباحث. خب ما یک سلسله قتل‌های هم به نام قتل‌های زنجیره‌ای داریم که الان خانم رخش دارن بهش اشاره کردن. زنی رو می‌بینیم که مثلا جسد تک تک شدهش پیدا میشه، یا مثلا می‌بینیم مثلا مردی رو دستگیر می‌کنن 10 تا زن رو کشته. آیا شما فکر می‌کنی بین این زنکشی‌هایی که به نام ناموس انجام میشه از طرف خانواده‌ها با این سلسله قتل‌های زنجیره‌ای تفاوتی وجود داره؟ من اگه به من اجازه بدید من ابتدا پاسخ هر دو مهمان عزیزمون رو بدم. من ابتدا پاسخ خانم دهکردی رو بدم، نمیدونم من اشتباه متوجه شدم یا ایشون صحبت من رو اشتباه متوجه شد که من تاکید کردم که ما به ایجان من این رو جنون آنی نمیدونیم، بلکه ما از حتی از بعد روانشناختی هم این رو یک جنون جمعی میدونیم. همونطور که خودشون هم بسیار تاکید کردن، جنون آنی هیچ وقت فرد براش برنامه‌ریزی نمی‌کنه، ولی برای یک جنون جمعی فرد ساعت‌ها، روزها و ماها براش برنامه ریزی میکنه که اون فرد حتی گاهن تهدید میکنه که اگر این کار رو بکنی من میکشمت، اگر این کار رو بکنی من مثلا، حتی توضیح میده، تصویرسازی میکنه صحنه قتل رو برای اون فردی که میخواد این کار رو باش بکنه صحنه سازی میکنه. به همون خاطر من تاکید کردم که این جنون جنون آنی نیست، در دسته جنون آنی نیست، ولی در دسته جنون جمعی هست. من ابتدا سوال شما رو چون مربوط به همین جنون آنی هست بدم و بعد دوستان در رابطه با مباحثی که خانم رخش گفتن یک گفتگوی هم با ایشون داشته باشم. ببینید قتل‌های ناموسی اتفاقا مبحث خوبی رو باز کردید، به دلیلی که این دو با هم دیگه دائم در از بعد روانشناختی دائم در یک زمره قرار میگیرن، یعنی در یک طبقه بندی اینها رو قرار میدن که قتل‌های ناموسی با قتل‌های زنجیری هر دو یکی هستن. ببینید درسته که ما آمار و روانشناسی افرادی رو که در قتل‌های زنجیری هستن رو زیاد نداریم و به همون دلیل نمیتونیم به صورت قطعی بگیم، ولی به دلیل اینکه افرادی که معمولاً قتل‌های زنجیره‌ای رو انجام میدن افرادی هستن که معمولاً فاکتورهای درونی و فردی باعث این کار برای اونها شده و اتفاقاً جزی میتونیم اونها رو جز اختلالات شخصیت، اختلال ضد اجتماعی و یا اختلالات دیگه اونها رو حساب بکنیم. به همون خاطر بررسی هایی که روی افرادی که قتل های زنجیره ای انجام شده، حتی اگر زنان رو هم کشتن، اونها در پی ابعاد اجتماعی و یا فرهنگی معمولا نبوده. من همین مورد سعید حنایی رو اگر یادتون باشه، خب من چون برای همون خطه استان خراسان هستم، زمانی که این موضوع بود من بسیار کنجکاو بودم روی روانشناسی این موضوع که بتونم تحقیق کنم در رابطه باش. خب به ما اصلا هیچ اجازه ای نمیدادن که در رابطه با این صحبت بکنیم، ولی زمانی که حالا یک سری گفتگوها، یک سری فیلم ها ازش بیرون اومد، میبینید که شما این فرد با زن خودش، با مادر خودش، با دختر خودش رابطه، نه که بگیم رابطه کاملا امن و درست، ولی رابطه نسبتا خوبی رو داره. درسته که یک فرد غیرتی حساب میشه، ولی دائم بیان میکنه که من این کار رو کردم که جامعه رو پاکسازی بکنم. یعنی یک سری عوامل که حالا در بعد روانشناختی ما بهشون میگیم افرادی هستن که اختلالات ضد اجتماعی دارن، بر اساس عوامل درونی و
فردی خودش تصمیم میگیره که جامعه رو پاک بکنه، جامعه رو از فساد دور بکنه. ولی در مسئله زنکشی ها و قطره‌های ناموسی ما عامل درونی و فردی نداریم، ما عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی داریم. و هر چقدر در یک کشوری، دوستان بهش اشاره کردن، مسئله قانون، مسئله اقتصادی، مسئله سیاسی، هر چقدر در یک جامعه نابسامانتر باشه، قطعا ما میتونیم بگیم که این روند این زنکشی ها در یک جامعه میتونه بیشتر باشه و اینها با هم دیگه پیوند دارن و در ساختارهای مردسالاره، در ساختارهای تبعیض جنسیتی، هر چقدر که این افزایشی داشته باشیم، ما روند افزایشی داشته باشیم، میتونیم بگیم که پیوند داره با افزایش زنکشی ها. ولی نمیتونیم بگیم که همونطور که دوستان مهمانای عزیز خیلی بهش اشاره کردن که ما در کشورهای دیگه هم داریم، کشورهای دیگه هم برگرفته از اون ساختار تبعیض جنسیتی هستن. اینطوری نیستش که فقط در ایران و یا در کشورهای و یا در خاورمیانه مبنی بر اون فقط ذاتاً فرهنگ و یا یک مورد تک عاملی باشه. من میخوام اینجا یک نکته رو در رابطه با مبحث روانشناختی و مفاهیمی رو که گفتم، البته من فقط موضوع آموزش رو دلیل این مسئله ندونستم، موضوع مفاهیم و مقوله بندی های روانشناختی رو دونستم. اینکه از لحظه ای که ما متولد میشیم، ما بذارید من یه مقدار خیلی واضح‌تر توضیح بدم، از لحظه‌ای که ما متولد میشیم ارتباط ما با جهان بیرونی از طریق حواس ما، شنیداری، دیداری، لمس هست و بعد که خب زبان میآموزیم گفتار هست. هر آن چیزی که از خانواده، پدر، مادر، از مفاهیم و از اشیا، از افراد، از شغل‌ها به ما بگن، ما دقیقاً همونها رو در ذهن خودمون مقوله بندی می‌کنیم و اینها رو دقیقاً مثل یک صفحه شطرنج در ذهنمون قرار میدیم. مقوله بندی های ذهنی باعث واکنش های روانی ما میشن. مثلا زمانی که من در یک خانواده ای، بله ما آموزش همسط نداریم، ما افراد بسیار، خانواده های بسیار گوناگونی داریم، ولی خب ما در همه خانواده و در همه جوامع هم زنکشی نداریم. ولی من منظورم این بود که ما همه بر اساس مفاهیم و مقوله بندی های ذهنی کار میکنیم. قطعا مفاهیمی که در مفاهیم و مقوله بندی های ذهنی که در شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد، تبریز برای خانواده در نظر گرفته میشه، با اون مفاهیم بسته ای که برای افرادی که در شهرهای کوچک و یا در شهرهای اطراف هستن، خب قطعا کاملا متفاوت هستن و این واکنش های اونها رو هم متفاوت میکنه. تمام صحبت من این بودش که این مفاهیم میتونه واکنش های جامعه، واکنش های روانی ما رو تعیین بکنه و پاسخی باشه برای اون مفاهیم. مثلا وقتی که به من اعتبار این رو میدن که غیرت باشیم، من یک مثالی بزنم و بعد تموم کنم جمله‌مو. مثلا شما این رو ببینید، شاید بارها این رو شنیده باشید که پسر 9 ساله، 10 ساله، مثلا زمانی که با مادرش میره بیرون، خب من چون تا همین یکی دو سال قبل خب با خانواده بسیار زیادی حتی در تهران کار میکردم، در یک شهری که خب نسبتاً از نظر فرهنگی و یا از نظر خیلی ساختارها میتونه پیشرفته تر از شرایط دیگه ای باشه، بارها و بارها در جلسات و کارگاه ها میدیدم و یا گزارش میگرفتم که مثلا در زمانی که مادر اگر آرایشی حالا نسبتاً مشاهده پذیرتری انجام میداد یا لباسی انجام میداد، مثلا پسر بهش میگفت مامان میخوای با این لباس بیای، مامان یعنی قراره مثلا با این لباس بیای بیرون، مامان آرایش تو یه مقدار کم کن. و بعد من به مادر میگفتم شما چه پاسخی میدید؟ میگفت من فرزندم رو در آغوش گرفتم و گفتم وای فر ببین پسرم چقدر بزرگ شده که داره غیرتی میشه دیگه، چقدر مامانش رو دوست داره که داره غیرتی میشه. من میخوام اینو بگم، ما بر اساس این مفاهیم داریم فرزندانمون رو رشد میده، فرقی نمیکنه در تهران باشیم، در هر جایی باشیم، این مفاهیم میتونه گسترده تر باشه. یک مثال ساده ای بود که شاید در جمع های ما اطرافمون بسیار زیاد دیدیم این رو و خیلی راحت از کنارش رد میشیم، ولی همین مفاهیم از بعد روانشناسی بسیار میتونه واکنش های ما رو تایید بکنه. یعنی همین پسر یاد میگیره که این واکنش رو فردا در برابر خواهرش انجام بده، در زمان های طولانی تر این واکنش رو که تایید و اعتبار گرفته از سمت خانواده در برابر پارتنرش انجام بده و باید همه بهش احترام بذارن و اگر این اعتبار رو بهش ندن میتونه واکنش با رفتارهای پرخشونت باشه. حالا رفتارهای پرخشونت قطعا شاید زنکشی نباشه، ولی رفتارهای کنترل‌گرانه باشه، رفتارهای دیگه‌ای که از مصادیق آزار باشه.
بله سپاسگزارم خانم آلاله. تقریبا به آخر برنامه رسیدیم. من با اسخای از خانم دهکردی نزد خانم رخش میرم. خانم رخش به پایان برنامه رسیدیم. دوست دارم اشاره کردید که گفتید جامعه ایران یک دست نیست. یعنی چی؟ خب جامعه ایران ملیت‌های بسیاری داره. اینو توضیح بدین. البته خیلی کوتاه که من به نزد خانم دهکردی هم برم برای تکمیل جمع کردن بحث. بفرمایید. ممنونم. من از نظر یک دست نبودن فقط مسئله ملیت رو در نظر نمیگیرم. مسئله سواد، مسئله رشد اجتماعی، محیطی که درش زندگی میکنید، بسیاری مسئله جنریشن یعنی نسل‌ها، همه اینها در عدم یک دست بودن جامعه تاثیر داره. ما الان با یه نسل زد روبرو هستیم، با نسل آلفا روبرو هستیم. اینها کاملا برداشت‌های دیگری از جامعه دارن، از زندگی دارن. اگر بتونن این نسل رشد بکنن، من فکر میکنم که روابط اجتماعی در ایران بسیار تغییر خواهد کرد و به این شکل پیش نخواهد رفت. درسته که ما با یک سری مفاهیم و یک سری برداشت‌ها در زندگی از بچگی همونجوری که فرمودن بزرگ میشیم، ولی از نظر جامعه شناسی خانواده و اون چی که ما در کودکی یاد میگیریم 25% تاثیر رو در رشد ما داره. 75% تاثیر به خصوص در جوامع بزرگ جامعه داره، مدرسه داره. همه اینها تاثیر دارن. پس اینها همه با هم میتونن شخصیت انسان رو بسازن و به این دلیل هستش که من میگم امروز در ایران به دلیل اینکه زن تعریف دیگری شده، این آموزش هنوز ایجاد میشه که مردها بتونن زنان، البته همه نیستن، نباید عمومیت داد، ولی اونهایی که دست به این حرکت میزنن همه عوامل میتونه تاثیر داشته باشه. میتونه عوامل روانی باشه که در آن این اتفاق بیفته، میتونه همون جوری که خانم دهکردی گفتن از قبل برنامه ریزی میکنه، تحقیقات میکنه و یک کاری رو تصمیم گرفته انجام میده. اینا بسیار وسیع هست. متاسفانه ما در ایران اجازه تحقیق به این مسئله داده نمیشه. اگر داده بشه من فکر میکنم جامعه شناسان و روانشناسان میتونن بسیاری عوامل رو مورد بررسی قرار بدن و شاید پاسخهای خیلی وسیع‌تری رو و واضح‌تری رو برای این موزل اجتماعی داشته باشه. بله سپاسگزارم خانم برخش. خانم دهکردی خیلی کوتاه البته در این برهه با تجربه همه این گفتگوها ما چیکار میشه کرد؟ چی کار میشه کرد که راه حل بلند مدت وجود داره. راه حل کوتاه مدتش هم اینه که ما در برابر اتفاقهایی که میفته تماشاگر نباشیم. یعنی این پدیده اثر تماشاگر در حوادث اجتماعی از جمله زنکشی مسئله مهمیه. زمانی که شلر رسولی در کردستان به قتل رسید، یک کمی قبل از انقلاب ژینا، من خاطرم هست که زنان کرد به خیابون‌ها اومدن، در برابر فرمانداری‌ها پلاکارد بلند کردن که جامعه برای ما امن نیست. این یک کنش بسیار مؤثری بود که حتی اگر نتیجه‌ای در بر نداشته باشه، نشون دهنده اینه که اون افراد جامعه اون اتفاق رو دیدن، بهش واکنش مؤثر نشون دادن، صرفاً به هشتگ زدن یا یک اطلاع رسانی مختصر بسنده نکردن، یک کنش عملی. من وقتی که از کنش عملی حرف میزنم مطلقاً منظورم این نیست که آدم‌ها خودشون رو به خطر بندازن یا ریسک بکنن بر سر امنیت خودشون، چون ما میدونیم که خیلی از افرادی که در مورد زنکشی‌ها اطلاع رسانی میکنن مخفیانه این کار میکنن، چرا که اگر هویتشون فاش بشه ممکنه اون بلا سر خودشون هم بیاد. بسیاری از افرادی که زنکشی ها رو به ما اطلاع رسانی میکنن، من همیشه نگران این هستم که هویتشون افشا بشه. بنابراین چیزی که مهمه اینه که در برابر هر کدوم از این اتفاقها که میفته، یک این که ما از بینام و بیچهره باقی ماندن این زنان باید جلوگیری کنیم. نام و چهره این زنان باید ثبت بشه. حتما باید هویتشون معلوم بشه. داستان این زنان باید روایت بشه. هر چقدر بیشتر در موردشون گفته بشه، من مخالف اینم که میگن در رسانه راجبش صحبت نشه آنچنان باز به خاطر اینکه ممکنه ترس عمومی ایجاد بکنه. نه، این اتفاق افتاده، رخ داده، واقعیتی که پیش چشم بسیاری از ما داره. ممکنه عادی سازی هم بشه و نباید نسبت بهش با الفاظ کلی،
با کلماتی مثل اختلافات خانوادگی، مثل مثلا چیزهای بسته و کوچک در موردش صحبت کنیم، باید واکنش مؤثر نسبت بهش نشون بدیم و محدود به اون برهه زمانی هم نباشه این واکنش. بله. دائمی و مداوم. بله، سپاسگزارم. وقت برنامه رو به اتمام، من ضمن تشکر از مهمانان گرامی که دعوت منو پذیرفتن و حضور یافتن، بار دیگر مهمانان رو معرفی میکنم. خانم ها سوتن رخش، جامعه شناس، پژوهشگر و فمینیست، مریم دهکردی، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر، سبا آلاله، روان تحلیلگر سیاسی و اجتماعی. همراهان گرامی، سپاس از شما که تا این وقت برنامه ما را همراهی کردین. تا دیدار دیگر، شاد و پاینده باشید.